هستم و به اتاق 13 هم خوش اومدید. سلام، منم هانیم. به کانال ما خوش اومدید. ما قراره هر هفته در اتاق 13 هم دور هم جمع بشیم و یه موضوع واقعی، البته ترسناک، رو با هم بشنویم. موضوع امروز ما در مورد قطعه کلیولند تورسوه، یکی از فجیع‌ترین قطعه‌های تمام دوران آمریکا. بین سالهای 1934 تا 1938 13 جسد به دست اومد که شامل 6 تا زن و 7 تا مرد بودن. از این 13 تا فقط 3 نفر شناسایی شدن. اکثریت این افراد رو ولگردها و کارگران جنسی تشکیل میدادند. همه قربانی‌ها سرشون قطع شده بود و تعدادی از سرها هرگز پیدا نشد. هیچ جسدی کامل به دست نیومد و آلت تناسلی مردها هم قطع شده بود. کینگزبری ران در دهه 1930 مکانی خطرناک و دلهره‌آور بود، جایی که بسیاری از فقرا در شرایط اسفباری زندگی می‌کردند. منطقه‌ای در شرق ران قرار داشت به نام The Roaring Third که مرکز بارها، قمارخانه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها بود. بیایید با هم سری به جدول زمانبندی قتل‌ها بزنیم. 5 سپتامبر 1934 اولین قربانی. مرد جوانی در ساحل دریاچه اری نیمه پایین تنه زنی رو پیدا میکنه. رانها هنوز متصل هستند اما از ناحیه زانو قطع شدند. در جستجوهای بعدی قسمت‌هایی از بدن زن پیدا شدند که شامل یک دست و یک بازو بود. پوست بدن او دارای مواد نگهدارنده بود که حالت چرمی و قرمز شده بود. 23 سپتامبر 1935 دومین قربانی. دو پسر نوجوان سر بریده و در هم و بر هم یک مرد سفید پوست را در کینگزبری ران پیدا کردند. باقی بدن او برهنه پیدا شد با یک جفت جوراب و بدنی که از خون خالی شده بود و دور مچهای دستش جای بستن تناب به چشم می‌خورد. پزشک قانونی علت مرگ را قطع شدن سرش تشخیص داد. اثر انگشت این قربانی را ادوارد آندراسی، یک مرد سفید پوست 28 ساله، معرفی می‌کرد. آندراسی سابقه دستگیری داشت و شایع همجنسگرا بودن او نیز بود. مرگ او را برای چند هفته قبل تشخیص دادند و همچنین بدنش با همان مواد نگهدارنده پوشیده شده بود. پاتوق او محله دروینگ ترد بود. در همان روز قربانی سوم، یک مرد 40 ساله ناشناس که سرش از بدنش جدا شده بود و بدنش در مواد نگهدارنده شیمیایی نگهداری شده بود. 26 ژانویه 1936 چهارمین قربانی. قسمت‌هایی از بدن زنی که داخل روزنامه پیچیده شده بود و داخل سبدی گذاشته بودند در نزدیکی ساختمان هارت پیدا شد. با استفاده از اثر انگشت فهمیدن بدن متعلق به فلورانس پولیلوست. اون پیش خدمت، خدمتکار بار و روسپی بوده و در دروینگ ترد ساکن بوده. همونطوری که در مورد ادوارد آندروسی گفته شد، علت مرگ بریده شدن سر بوده. به هر دلیلی قاتل قبل از اینکه مابقی بدن را تکه تکه کند، سر آنها را می بریده. 5 ژوئن 1936 دو پسر جوان سر بریده یک مرد را داخل شلواری در کینگزبری ران پیدا کردند. پلیس روز بعد جسد این مرد 20 ساله را در مقابل ساختمان پلیس راهن پیدا کرد. بدن خالی از خون بود و جسد سالم بود به جز سر. پزشکی قانونی دوباره مشخص کرد که مرگ ناشی از قطع سر بوده. علارغم اثر انگشت و وجود 6 خالکوبی مشخص در قسمت‌های مختلف بدن، پلیس هرگز نتوانست قربانی را شناسایی کند. قاتلم چه آدم عجیب غریبی بوده. میومده بدن را تیکه تیکه می‌کرده، بعد سرام قطع می‌کرده. سرام که پیدا نشد، لااقل اگه سر بودش پلیس می‌تونست شناسایی کنه. آخه اتفاقا من فکر می‌کنم قصدش همین بوده. قصدش این بوده که این افراد شناسایی نشن. اما برام سواله که چرا اینا رو قطعه قطعه میکرده. میدونی چی میگم؟ مثلا بعضی یه لذتی دارن که یه سر آدم رو بکشن، اما این قطعه قطعه میکرده، یعنی به چه دردش میخورده؟ اصلا سرا رو چی کار میکرده؟ بعد یه چیزی که برام عجیبه اینه که وقتی ماها یه کار بدی انجام میدیم یا مثلا حتی قاتل ها یه کسی رو میکشن، سعی میکنن قتلشون رو پنهان کنن. آره، مخفی کاری میکنین، مخفی میکنین. آره، یعنی جوری کاری میکنی که کسی نفهمه. دقیقاً. اما انگار این قاتل اصلا قصدش نداشته که مثلا اینا رو بپوشونه، اینا رو قایم کنه. قشن تو مراکز شهر میذاشته که مردم ببینن. میدونی من احساس اینو دارم که انگار مثلا اثر هنری میخواست درست کنه. داره. من بیشتر احساس اینو دارم که اثر هنری درست کنه. من به نظرم بیشتر قاتل میخوره که دو تا شخصیت داشته باشه، یا اینکه مشکل مریضی جنسی داشته و تجاوز میکرد و از این حرفا، یا اینکه مشکل روانی داشته. البته تا اینجا من فکر نمی کنم که، یعنی اصلا به گوشم نخورده که اشاره کرده باشن که به زنا تجاوز شده یا نشده، ولی 100% نشده. چون اگه شده بود یعنی یه جایی در موردش یه حرفی می زدن. میدونی چی میگم؟
شاید از طریق کشتن ارضا می‌شده، ما اینو نمی‌دونیم. بریم ادامه داستانو بشنویم. 22 ژوئیه 1936، ششمین قربانی. یک دختر جوان در جنگل‌های نزدیک جاده کلینتون یک مرد سفیدپوست 40 ساله را پیدا کرد. از زمان مرگ مقتول حدود 2 ماه گذشته بود و سر او و همچنین یک تکه لباس خونین در همان نزدیکی پیدا شد. با توجه به خون قابل توجهی که در آن منطقه ریخته شده بود، ظاهراً در همان منطقه به قتل رسیده بود. 10 سپتامبر 1936، هفتمین قربانی. یک مسافر گذری هنگام سوار شدن در قطار بالاتنه بی سر یک مرد را پیدا کرد. پزشکی قانونی با توجه به نوع بریدن سر تشخیص داد قاتل دارای مهارت زیادی در بریدن سر و دارای شناخت کافی از آناتومی بدن است. پلیس در استخر مجاور که چیزی بیش از یک فاضلاب بزرگ باز نبود جستجو کرد و نیمه پایین تنه و قسمت‌هایی از هر دو پا را پیدا کرد. قربانی شماره 7 در اواخر 20 سالگی و علت مرگ باز هم سر بریدن بود. 23 فوریه 1937، هشتمین قربانی. یک مرد بالاتنه یک زن را در ساحل پیدا کرد. برخلاف همه قربانیان قبلی، علت مرگ بریده شدن سر نبوده است. بعد از مرگ سر از تنش جدا شده بود. زن در اواسط 20 سالگی بود و هرگز شناسایی نشد. 5 ژوئن 1937، نهمین قربانی. یک پسر نوجوان در زیر پلی در کینگزبری ران جمجمه انسان و کیسه‌ای که شامل اسکلت‌های او بود را کشف کرد. مشخص شد که اسکلت‌ها متعلق به یک زن سیاه‌پوست ریزاندام و حدود 40 ساله است. این زن شناسایی شد و نام او روز والاس بوده است. 6 ژوئیه 1937، دهمین قربانی. مقتول 30 اندی ساله و شناسایی نشد. قلب و شکمش پاره شده بود و بقایای بدن او بجز سر در تمام رودخانه انداخته شده بود و روزها زمان برد تا از رودخانه جمع‌آوری شود. ولی چقدر آدم روانی بوده، یعنی مثلا فکر کن مثلا یه به مرغابی که میخوای غذا بدی هی تیکاتیک می‌کرده هی میریخت تو کل رودخانه. چرا مثلا انگار مشکل داشته؟ راستی می‌دونستی کلیولند تورسو، تورسو به چه معنیه؟ تورسو به معنی قسمت نیمتنه بدنه، یعنی مثلا قسمت کل بدن به غیر از مثلا از زانو به پایین و دست هم قطع شده باشه، به اون میگن تورسو. چه عجیب، پس به خاطر همین بهش میگفتن. تو اکثر جسدایی که کشف کردن نیمتنه بوده. ولی این که گفته بودن قاتل یعنی میدونسته که از آناتومی بدن آگاهی داشته، خیلی به نظر من جالب میتونه باشه. میدونی مثلا اگه به جای اون کاراگاه‌ها بودم، مثلا من میتونستم یه سری شغل رو جدا کنم، بگم مثلا فلانی چون قصابه احتمال داره قاتل باشه، یا مثلا پزشک باشه، پزشکگرا مخصوصا، مثلا پزشک باشه میتونه قاتل باشه، مثلا شکارچی شاید بتونه. میتونی بین اینا بگردی، مثلا آشپز هم میتونه اگه خودش مثلا آشپز باشه، گوشت رو مثلا قصاب کنه. دقیقاً. ولی یه چیزی بهت بگم، من معتقد نیستم که این قاتل از قشر ضعیف جامعه باشه. دقیقاً. میدونی چرا؟ چون این میاد، اول اینکه قتل که الان رو داخل شهر انجام نداده، داخل یه مکان خصوصی انجام داده، یعنی اینا رو کشته، قطعه قطعه شون کرده و توی شهر گذاشتتشون. آره، پخش کرده. مثلا الان من برام سواله، با جنازه روز والاس چیکار کرده؟ فقط جمجمهش بودی؟ فکر خیلی خیلی مسخره است که یه کیسه جمجمه باشه با یه دونه جمجمه باشه با یه کیسه باشه. به خاطر اینکه روز والاس حدود یه سال بوده که مرده بوده، یعنی جسدش، یعنی تو میگی توی یه سال این به این حد میپوسه؟ نمیدونم، شاید تو مواد چیزی حل کرده بوده، گوشتار رو مثلا تو مواد خاصی نگهداری کرده بوده که اینا. نمیدونم، ولی ما یه سری از عکس ها و اینا رو به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونیم توی یوتیوب آپلود کنیم. ما توی دیسکریپشن آدرس سایتمون رو میذاریم، هر پستی که آپلود بشه عکسای مربوط بهش رو اونجا آپلود میکنیم، چون واقعا به خاطر قوانین کپی رایت که نه، به خاطر قوانین یوتیوب، چون خوشونت بار عکسا. آره، عکس خیلی بده. آره، اینجا نمیشه آپلودش کرد، ولی ما اون طرف توی سایتمون آپلود میکنیم. اگه علاقه دارید و بالای 18 سال هستید حتما برید نگاه کنید. آره، اگه حالتون هم بد نمیشه. و اینکه یه چیز دیگه که من برام عجیبه اینه که علاوه بر اینکه این یه جای خصوصی داشته، ماشین هم داشته. درسته که 70 سال پیش حالا ماشین کم بوده، ولی ماشین داشته. ببین، بریم یه لحظه رو نقشه قتل‌ها رو ببینیم.
میبینی چقدر اینا پخشن الان طبق این چیزی. حالا درسته که اینا همه مرکز شهر بودن، ولی ما خارج از شهرم داشتیم. اصلا مرکز شهرم باشن خب نمیتونه که آدم مثلا جسدا رو دست بگیره همچی هلک هلک بره تو جسد بنوزه رو کولش ببره. آره بنوزه رو کولش نمیتونه ببره واقعا. بالاخره یه نفر میده مثلا فرانس پولولو رو که توی اون سطلای بزرگ گذاشته بود، تو سبد گذاشته بود، خب بالاخره یکی میدید که این دستش گرفته. من فکر میکنم که یه خونی مثلا اون مردی که سرشو گذاشته بود توی شلوار، بالاخره یه خونی از یه جایی باید بریزه دیگه. آره دیگه، هرچند خونشو بگیری بازم خونی، بوی کثافت چیزی ازش میاد دیگه. به نظر من عجیبه. و اینکه بریم ادامه داستانمون رو بشنویم. آپریل 1938، 11 قربانی. یک مرد جوان در امتداد رودخانه چیزی شبیه به ماهی مرده را دید. نزدیکتر که شد متوجه شد پایین تنه یک زن است. یک ماه بعد پلیس دو کیسه گلدان را از رودخانه بیرون آورد که حاوی بقیه اعضای بدن او بود. در بدن او مواد مخدر پیدا شد و هیچ وقت مشخص نشد که خود زن معتاد بوده یا برای آرام کردن به او خورانده شده بود. 16 آگوست 1938، 12 و 13 قربانی. کارگران قراضه جمع کن جعبه‌ای را پیدا کردند که در کاغذ قصابی پیچیده شده بود و دور آن کش‌های رنگی داشت. بعد از باز کردن جعبه با نیمتنه زنی مواجه شدند که ابتدا در یک کت مردانه و سپس یک پتوی کهنه پیچیده شده بود. یک جعبه دیگر هم پیدا کردند که سر و پاها و بازوها به همین شکل بسته‌بندی شده بود. پزشکی قانونی خاطر نشان کرد که به نظر می‌رسد بعضی از قطعات در یخچال نگهداری شدند. پلیس در جستجوی قطعات بیشتر بقایای جسد دوم را که فقط چند متر دورتر بود کشف کرد. این دو جسد در مکانی قرار گرفته بودند که از پنجره دفتر الیوت نس مسئول امنیت شهر کاملا در معرض دید بود. تقریبا انگار او را طعنه می‌زد. هر دو قربانی 12 و 13 هرگز شناسایی نشدند. در 18 آگوست 1938 ساعت 12 و 45 دقیقه ظهر الیوت نس و یک گروه 35 نفره از پلیس ها، 11 تا ماشین پلیس، 2 تا ون و 3 تا کامیون آتش نشانی به کمپ های موقت کنار کینگزبری ران حمله کردند و در این حمله آنها 63 تا مرد رو بازداشت کردند. در اقدامی عجیب و سوال برانگیز به دستور نس همه کلبه ها را آتش زدند. به گفته جیمز بدال، کارشناس ویژه این پرونده، هدف نس از حمله محافظت از افراد گذرا بوده، اما به روشی عجیب و غریب اون محل قربانیان احتمالی را از بین برده، چرا که اکثریت قربانیان از این منطقه بودند. الیوت نس هم چه کار عجیب و غریبی کرد؟ اومد گفتش که نمیتونم خب من قاتل پیدا کنم که بیام کل محل رو آتیش بزنم دیگه مشکل حل بشه. البته من فکر نمی‌کنم قدم کار عجیب غریبی کرده باشه. میدونی شاید منم اگه جای الیوت نس بودم همچین کاری میکردم. البته الیوت نس خیلی آدم بزرگیه، ما میدونیم با گنگسترها مبارزه کرده، آلکاپون گرفته. آره برای همینم استخدامش کردم به عنوان مامور امنیت شهر، ولی به نظر من اونقدر کارش احمقانه نبوده. ببین ما گفتیم که مثلا احتمال داره قاتل از پزشکا باشه، از قصابا باشه. الیوت نس هم دقیقاً همین حدسو زده بود. مایده بود چند نفر هم مأمور کرده بود که مثلا بین پزشکا بگرده، بین قصابا بگرده، یه نفری که شبیه قاتل ماست رو پیدا کنه. بریدن سر اینا رو بلد بشه. دقیقاً. اتفاقاً یه نفرم پیدا کردن. خب که اسمش بود دکتر فرانک سوینی اگه اشتباه نکنم. دکتر فرانک سوینی ما توی جنگ جهانی دوم به عنوان پزشک خدمت می‌کرده. حالا بگو پزشک چیکاره بوده؟ حتما از این پزشکایی که عضو آسیبی در قطع میکنن. دقیقا زدی تو خال. این میمده توی جنگ سربازا رو قطع میکرده عضواشون و اینا رو، برای همین شکشون بیشتر شد. بعد از اینکه الیوتنس اومد اون منطقه رو آتیش زد، بلا فاصله دکتر سوینی رو بازداشت کرد. خب نه بازداشت اونچنانی که فکر کنی، بردش هتل 14 روز توی هتل نگهش داشت. ولی دکتر سوینی مثل این که شدیداً به الکل اعتیاد داشته و 3 روز زمان برده که دکتر سوینی از الکل خشک بشه. دامن خرم بوده. قشنگ دامن خرم بوده. حالا عکسش هم ببینید، من تعریفم میکنم همینجوری. دکتر سوینی یه کازینی داشته، حالا پسر عموش بوده، پسر عموش بوده، توی مجلس بوده، نماینده دموکرات ها بوده. به خاطر همین نمیتونستن زیاد تند برن. حتی این چیزایی که من دارم تعریف میکنم اون زمان به هیچ عنوان پخش نشده. اینا بعد از مرگ الیوت نس توی دفتر خاطراتش نوشته شده بوده. این دکتر سوینی رو که میکشن بیرون و زندانیش میکنن، اون مردی بود که اسمش که پولیگراف اختراع کرده. آره دکتر رو نمیدونم هست یا نه، لئونارد کیلر رو میاره، اون دستگاه دروغ سنج رو میاره با خودش. ببین 11 روز
ازش بازجویی میکنم. و آخر به این نتیجه میرسن که سوئینی 100% قاتله، خب؟ ولی آزادش میکنم. خیلی عجیب، به خاطر اینکه سوئینی به هیچ عنوان اعتراف نکرده و مدرکی نداشتن، و از اون بدتر که کازینش توی چی بوده دیگه، تو نماینده بوده، نمیتونستن کاری انجام بدن. ولی نس میاد قول میگیره از سوئینی که من این موضوع رو پابلیک نمی کنم، عمومیش نمی کنم، ولی تو باید بری تیمارستان خودتو معرفی کنی. میدونی بدتر از اون چی بوده؟ بدتر از اون این بوده که سوئینی بعد از اینکه میره توی تیمارستان بستری میشه، اسکیزوفرنی داشته، یعنی مریضی روانی هم داشته، که البته احتمالش خیلی بالا میره که خیلی احتمالش بالا میره. آره دیگه میشه. یه مزنه دیگه هم داشتیم به اسم فرانک دولژار، خب؟ که اونم 52 ساله بوده و کارگر معمولی بوده، خب؟ بعد بریم با هم یه سری عکساشو ببینیم. اون با فلورانس پولیلو زندگی میکرده و روز والاس و اندروسی هم میشناخته. خب چیز عجیبی نیست، به نظر من اونا با هم توی محله زندگی میکردن، عجیب نیست که همدیگر رو بشناسن. البته این ستا فقط ستا کسایی بودن که شناسایی شدن. دقیقا. اتفاقا روزبالاس هم من شنیدم به خاطر دندوناش شناسایی شده. آره، پیش پزشک رفته بود، پرونده داشته اونجا واسه آره. به خاطر همین شناسایی شده. خب به همین دلیل هم پلیس میگیرتش و روز بعدش هم اتفاقا اعتراف میکنه که من این قتل رو انجام دادم. جدی؟ آره. خب بعد ولی چند روز بعدش دوباره میگه که نه، من بخواد این تحت فشار بودم مجبور شدم که به اینا اعتراف کنم. بعد از این داستانم یه ماه قبل از این که دادگاه شروع بشه خودکشی میکنه تو سلولش. جدی میگی؟ آره دیگه، خودکشی میکنه. ولی نکته جالب این قضیه اینجاست که از اون ارتفاعی که خودش آویزون کرده، حلق آویز کرده بوده، اون ارتفاع 174 سانتیمتر بوده، در صورتی که قدش 176 سانتیمتر بوده. یعنی خودش دو سانتیمتر نمی‌رسیده، یعنی قدش می‌رسیده از اون بلندتر بوده، یعنی اصلا غیر ممکن بوده مثلا اینکه بیاد دیگه دست خودش بگیره تناب بکشه خودش رو. البته میدونی که خب اون زمان تحت فشار بودن دیگه، یعنی علنا می‌خواستن فقط یه نفر رو اعدام مظنون پیدا کنن. آره یه نفر رو می‌خواستن فقط اعدام کنن، طفله گیر افتاده پس. آره دیگه اینجوری. چه عجیب. البته یه تئوری دیگه هم وجود داره، یه سناریو دیگه هم وجود داره، میگن که احتمال این داره که قاتل کلیولند تورسو آدمای مختلف باشن، یعنی مثلا یکی قتل کرده بعد اونای دیگه اومدن ازش تقلید کردن، اون قتل رو مثل اون انجام دادن. هرچند محاله آخه اون تیکه تیکه کردن جنازه ها، ولی افرادی هستن دقیقاً که جعل امضا میکنن، نمیکنن داره که باشه. تو قتل با جعل امضا یکی میکنی؟ ببینم داستان رو بشنوی. در اگست سال 1938 یک داستان جذاب در مورد یک مرد بی خانمان به نام امیل فرانک که در آن زمان در شیکاگو اقامت داشت در مطبوعات چاپ شد. اون ادعا کرد که در سال 1934 زمانی که به دنبال قضا بوده، یک مرد متشخص که ظاهرش شبیه به دکترها بوده او را دعوت میکنه و با گوش از او پذیرایی کرده. پس از خوردن قضا اون در معده‌اش احساس درد میکنه. فرانک میگه میزبان وقتی از درد من باخبر شد گفت مقداری ویسکی برای من میاره و اون به اتاق دیگه ای رفت، اما من مشکوک شدم و از اون خونه فرار کردم. اون خودش رو به یک واگن باری قطار میرسونه و از هوش میره و سه روز بعد به هوش میاد. اون در سال 1938 با پلیس همکاری کرد تا بتونه ساختمان احتمالی رو شناسایی کنه. فرانک آدرسی که به پلیس داد جایی بین 50 شرقی و 55 شرقی در ضلع شماره خیابان بود. با این حال اون نتونست محل دقیق اونجا رو مشخص کنه. در ژانویه سال 1939 نامه‌ای از لس آنجلس به مطبوعات کلیولند ارسال شد که خطاب به رئیس پلیس نوشته شده بود. اون در نامه گفته بود اکنون می توانید آرام باشید، زیرا من برای زمستان به کالیفرنیا آفتابی آمدم. من احساس خوبی ندارم که آن کار را با آن افراد کردم، اما علم باید پیشرفت کند. من حرفه پزشکی را متعیر می کنم. معنای زندگی آنها در مقایسه با صدها بیمار که منتظر درمان هستند چیست؟ فقط خوکچه هندی آزمایشگاهی که در هر خیابان عمومی پیدا می شود. هیچ کس آنها را از دست نداده. آخرین مورد من موفق بود. من اکنون احساس پاستور و سایر پیشگامان را دارم. در حال حاضر من یک داوطلب دارم که نظریه من را اثبات می کند. آنها مرا دیوانه و قصاب صدا می کنند، اما حقیقت روشن خواهد شد. ولی خب این نامه هم مشخص کرد که قاتل ما پزشکه دیگه، یعنی علنا خودش داره میگه که من دکترم، من حرفه پزشکی رو میخوام متعیر کنم. فقط من موندم 70 سال گذشته، دقیقا کجا حرفه پزشکی رو متعیر کرد؟ شاید پزشک نبوده، شاید پاسته حرفه قصابی رو متعیر کنه. شاید، بعید نیست.
ولی یه چیز عجیبی که وجود داره در مورد همین آقای امیل فرانک، گفته که یه نفر دیگر رو همینجوری دیده که مثل خودش بوده، دورگرد بوده، ولگرد بوده، اونم دقیقا همین اتفاق براش افتاده بوده، فقط با این تفاوت که روی تخت بیمارستان بوده و یه سری خدچین روی بدنش بوده که میخواستن بدنش رو تیکه تیکه کنن. آره، حالا اینکه اون بلوف زده یا راست گفته رو خب ما نمیدونیم، چون این پرونده هنوز ناتمامه و بازه. ولی یه چیز عجیب‌تر که وجود داره، خب آقای جیمز بدال که میشناسی دیگه، 18 سال داره روی این پرونده کار میکنه. اون مثل این که فهمیده که سوینی یه مطب داشته که دقیقاً جایی بوده که امیل فرانک آدرس داده، خب یه مطب داشته و کنار مطب فکر میکنی چه ساختمونی بوده؟ ساختمون مرده شورخونه. آره، ساختمون مرده شورخونه بوده. خب و اینا همه احتمال ها، اینا تایید نشده، اینا رو آقای جیمز بدال گفته که احتمال داشته که این فرانک سوینی با اون مرده شورخونه هماهنگ کرده باشه که روی جنازه های افراد ولگرد کار کنه. بعد بقیه افراد هم دیگه همینجور قاطی اینا میزده میرفتن دیگه. اینا میزده میرفتن. آره، میگن احتمالش وجود داره که اینجوری تونسته جنازه ها رو مثلا بپوشونه و لپوشونی کنه کسی نفهمه. ولی خب نمیدونم. ولی یه چیزی که وجود داره که توی دفتر خاطرات الیوت نس نوشته شده، مثل اینکه سوینی براش نامه زیاد میفرستاده از تیمارستان و مثلا این یکی از نامه هاشه، مثل اینکه خیلی مسخرش میکرده، یعنی مثلا مسخرش میکرده، میگفته که آره من این کارا رو کردم تو نتونستی. ولی من فکر میکنم که قاتل چیه؟ سوینیه، یعنی تقریبا مطمئنم که سوینیه، ولی به خاطر ملاحظات سیاسی فکر میکنم این علنیش نکردن، چون بلافاصله بعد از اقدامات الیوت نس قتل متوقف شد. خب پس احتمالش خیلی زیاد خودش باشه. آره، من فکرم که اون بدبخت اون کارگر آجرچینه این وسط قربانی بود دیگه. آره، اتفاقا جیمز بدال هم گفته بود که این اولین باری بوده که یه مجرم به جرم اعتراف کرده که از جزئیاتش اطلاعی نداشته. یه لحظه این عکسو ببینیم. همین جوری که تو این عکس میبینید روی سنگ قبر فرانک دولاجا نوشته رست ناو. چقدر شبیه اون نامه‌ای است که داده بودن به مطبوعات. آره، کلیولند. دقیقاً شبیه اونه. حالا چرا اینو نوشتن هیچ کس نمیدونه. یه چیزی که این آخر یادم اومد بخوام اضافه کنم، میدونی که یه سری ادعاها وجود داشته در مورد اینکه سوینی احتمالاً دو جنسی بوده، دو جنسیتی بوده. نه. آره، برای منم جالبه چون با توجه به اینکه بیمار روانی هم داشته، میگن این احتمال هم وجود داره که دو جنسیتی بوده، با توجه به اطلاعاتی که دارن. و یه چیز عجیب‌تر از اون این که قتلایی که شروع شده سال 1934 که بانوی دریاچه رو پیدا کردن، قتلایی که شروع شده دقیقاً مصادفه با طلاق سوینی، یعنی دقیقاً زمانی که داره از زنش جدا میشه اینا دارن از این قتلا شروع میشن. یعنی پس احتمال تاثیر داشته باشه روش دیگه. آره، یعنی مثلا بیماری روانیشو بدتر کرده باشه. نمیدونیم، به هر جد این پرونده هنوز بازه، حل نشده و ما یه سری عکس رو توی سایتمون آپلود میکنیم، چون به خاطر قوانین یوتیوب نمیشه آپلود کرد توی سایت. تصاویر جالبی نیستش. خشونت بالا به هر جهت دیگه نمیشه. توی سایت آپلود کردیم، سایت رو داریم توسعه میدیم، هنوز کار داره، ولی میتونید عکس‌ها رو اونجا ببینید. عکس‌ها رو اونجا ببینید از اگه بالای 18 سال هستید و همچنین ما رو سابسکرایب کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. ما بریم که در سال 13 رو ببندیم تا ویدیو بعدی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.